در آستانه نشست لندن در مورد افغانستان، نمایندگان کشورهای همسایه آن کشور در ترکیه جلسه ای داشتند که وزیر امور خارجه چین نیز در آن شرکت داشت. پس از گفتگو با همتای ترک خود، دیپلمات چینی گفتگو را تنها راه حل اختلافات با ایران ذکر کرد. ینگ جایچی گفت پکن معتقد است این مشکل را فقط میتوان از راه دیپلماتیک حل کرد. وزیر امور خارجه چین گفتگوی ژنو را بسیار مهم خواند و گفت همان روش باید ترغیب شود و ادامه یابد. اما رابرت کیگن در روزنامه واشنگتن پست امروز نوشته است زمان حل معضل ایران اکنون است. در این مقاله آقای کیگن شرایط داخل ایران را با توجه به شرایط پیش آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری مناسب می‌بیند تا رئیس جمهوری آمریکا جهان را از خطرات احتمالی رهایی دهد. کیگن خواننده را به تصور ایرانی دعوت می‌کند که مردم تحصیل کرده و خلاق آن کشور بتوانند با توجه به این خصوصیات خود در جهان نقش ایفا کنند. رابرت کیگن با اشاره به گفته تقریبا 20 سال پیش پرزیدنت ریگن خطاب به میخائیل گورباچف که به فروپاشی نظام کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی و برخی کشورهای اروپایی منجر شد، خطاب به پرزیدنت اوباما میگوید اکنون زمان این دیوارا فروبریز شماست، زیرا تغییر رژیم در ایران بهترین سیاست جلوگیری از تولید و گسترش تسلیحات هسته‌ای است. البته آقای کیگن در سخن از تغییر رژیم به حمایت از اپوزیسیون اشاره دارد. در این مقاله کیگن اشاره به گفته ریچارد هاس مدیر شورای روابط خارجی واقع در واشنگتن می‌کند که معتقد است حتی یک واقع گرا متوجه می‌شود که فرصت کنونی را نباید از دست داد. رابرت کیگن معتقد است یکی از ابزار برای حمایت از اپوزیسیون همانا تحریم است، اما به نظر می رسد حتی تحریم های پیشین 100% موفق نبوده. روزنامه فاینانشل تایمز از محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران که چندی پیش در کنفرانسی در هنگ کنگ شرکت کرده بود نقل قول می کند که تحریم های بین المللی بانکی ایران را به سمت بانک های کوچکتر و انجام معامله به ارزهای دیگر غیر از دلار آمریکا سوق داده است.